گودالی موسوم به گودال جهنم در سراپلادا. بیش از 50,000 نفر کارگر از نردبانها بالا می روند. مثل ارتشی از مورچگان که با توانایی اندکی قصد دارند کیسه های بزرگی را جابجا کنند. در این معدن هیچ دستگاهی نیست و ساخت اهرام برج بابل رو در ذهن تداعی می کند. عکس‌های سیاه‌سفید معروف مهیج از گودال جهنمی طلا در یک مجموعه قرار داده شده اند. تصاویری که هزاران کارگر را در حال حمل و بالا بردن کیسه های خاک به بیرون از گودال طلا نشان می دهند. انگار زمان به آغاز تاریخ برگشته است. در 8 فوریه 1944 در ایالت میناس برزیل به دنیا آمد. پس از سرگردانی های دوره کودکی و نوجوانی به تحصیل در رشته اقتصاد پرداخت و موفق به کسب درجه کارشناسی ارشد از دانشگاه ساو پائولوی برزیل شد. سباستیاو سالگادو هنگامی که عکاسی را کاملا جدی گرفت در سال 1973 شغلش را رها کرد و به صورت حرفه‌ای به عکاسی پرداخت. در ابتدا عکاسی خبری را پیش گرفت و به همکاری با آژانس سیگما و گاما پرداخت و در سال 1979 به آژانس مگنوم پیوست. در 1994 آژانس مگنوم را رها کرد، با همسرش تشکیلات آمازوناس در پاریس را راه اندازی کرد و به عکاسی مستند اجتماعی به ویژه کارگران در کشورهای توسعه نیافته پرداخت. او به بیش از 100 کشور جهان برای پروژه‌های عکاسی سفر کرد و آثارش علاوه بر چاپ در مطبوعات در کتاب‌های از جمله آمریکای دیگر، ساحل، کارگران، کشف نشده، مهاجرت و چهره و آفریقا ارائه شده. سالگادو ضمن برپایی نمایشگاه‌های متعدد و کسب جوایز مختلف، نشان درجه یک مهمترین عکاس اوایل قرن 21 را از مدیر گالری هالگولد دریافت کرد. او در دوره‌ای به عنوان سفیر حسنیت یونیسف معرفی شد و به عنوان عضو افتخاری آکادمی هنر و علوم ایالات متحده آمریکا به فعالیت پرداخت. در سپتامبر سال 2000 با حمایت سازمان ملل متحد و یونیسف، سالگادو نمایشگاه 90 پورتره از کودکان آواره برگرفته از کتاب کودکان در مقر سازمان ملل در نیویورک را به نمایش گذاشت. آثار به طور کامل در قالب سیاه‌سفید ارائه شد و سالگادو عزم راسخ خود را برای بیرون کشیدن معنای بزرگی از آنچه در حال وقوع است به کار گرفت. اعتراضی به نقض حقوق بشر، جنگ، فقر و بی‌عدالتی. در دیگر همکاری‌های خود با یونیسف به همکاری با جنبش جهانی حمایت از کودکان پرداخت. به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل متحد گزارش و آثار خود را از بکارگیری کودکان در درگیری‌های مسلحانه ارائه کرد و به فعالیت در یک پروژه مشترک با عنوان ریشه‌کنی فلج اطفال و مبارزه جهانی با این بیماری پرداخت. در سال 2004 پروژه‌ای با اهداف ارائه چهره طبیعت و بشریت را اندازی کرد و از جوامع انسانی که همچنان با فرهنگ و سنت‌های اجدادی خود زندگی می‌کنند شروع به عکاسی کرد و به درک انسان و طبیعت پرداخت. او در حال حاضر روی پروژه‌ای به نام پیدایش کار می‌کند. عکاسی از منظرها، گیاهان و جانوران در نقاط کشف نشده زمین. Photography is a kind of phenomena. You are a complete part of the subject. They are linked to your camera. You become part of the system. Everything are acting together. You reach the maximum. You know that you cannot have a better picture. You grow with the phenomena. You are part of the phenomena. You come out of it.